خب آشان گفت یه سوال کوتاه داری، من بعدش میرم سراغ نمیدونم حمید میخواد بیاد بالا یا نه، بعدم میرم سراغ رابین. ولی سوال تو کوتاه بپرس چون من بعد برم. ببخشید وقت تنگ گرفت. نه خواهش، بگو. یه دونه میخواستم بپرسم که موسیقی یه زد راجع به جبر و اینا صحبت کردی، میخواستم از این سوال کنم که به نظر تو این در رابطه سیستم قضایی تو دنیا، همین که مجازات و این حرف مثلا قرار باشه توی دادگاه و اینا، آیا راهی به جز راهی که الان هست ما داریم که قبول کنیم که یه سری از کاری که همه کاری که داریم میکنیم مسئولیتش به خودمونه؟ چون به نظر میاد اون شکلی یه ذره مشکل داره، چون اگر به جبر اعتقاد داشته باشیم، به جبر کامل، خب توهم، همون بحث توهم اختیار و اینا، حالا ما راه دیگه اصلا امکانش هست چیزی مطرح شده یا نه مجبوریم قبول کنیم که تصمیماتمون بر اساس کار خودمون؟ ببینید منظور سوالتون رو متوجه نمیشم. شما دارین میگین که آیا ما اگه قبول کنیم که اختیار وجود نداره و همه کارمون جبری هست، آیا این باعث میشه که ما نتونیم جرمو، منظورم یعنی که اگه اینو قبول کنیم بعد خب توی دادگاهامون بعد چیکار کنیم؟ توی دادگاهی که قراره برای یه قاتل برگزار شه مثلا، خب ببینیم ما از لحاظ فلسفی وقتی داریم درباره جبر و اختیار صحبت میکنیم، با وقتی که تو زندگی روزمرهمون از جبر و اختیار صحبت میکنیم، تعریف این کلمات فرق داره. خب ما زندگیمون رو چه با اینکه میدونیم اختیار وجود نداره و همه کارمون جبری هست، ما یک توهم خیلی پرکاربردی داریم که انگار آزاد هستیم از اینکه تصمیم بگیریم که چه کاری انجام میدیم یا نه. اگه این توهمو نداشتیم مثلا ما خودآگاه هم نمیتونستیم باشیم. خب یعنی میشدیم یه مش اصلا درک از این که اختیار داریم، ما اصلا لذت نمیتونستیم ببریم از زندگی، یه مش زندانی، یه مش زامبی میشدیم. خب میگن فلسفیکال زامبی. برای ما خیلی خوبه که این توهم وجود داره و ما این توهم هم از بین نمیتونیم ببریم، یعنی ما بر زندگی خواهیم داشت که بر اساس این توهم خواهد بود. خب چون این توهم انقدر قدرتش زیاده و ما نمیتونیم این توهم رو از بین ببریم، تو زندگی روزمره وقتی داریم از جبر و اختیار صحبت میکنیم، یک تعریف دیگه داره. خب ببینید توی وقتی داریم توی صحبت به طور فلسفی صحبت میکنیم، ما اگه یه نفر بیاد به شما بگه که من پول ندارم لطفا کمکم کن و تو مثلا پول بذاری تو دستش، این جبری نبود، این شما با اختیار به این شخص پول دادین. ولی اگه این همین شخص تفنگ بذاره روی سر شما بگه که اگه پول ندی میزنم، تیر میزنم، اون وقت پول بذارین تو دست این شخص، این با اختیار نبوده و این شما رو مجبور کرده که بهش پول بدین. خب به طور فلسفی اینا جفتش جبری بوده. خب بخاطر اینکه یه سری مولکول‌های به یه سری مولکول‌های دیگه خوردن و این باعث شده که یک مولکول‌های یه واکنش نشون بدن و جفتش هیچ کدومش نمیتونست جوری دیگه باشه به غیر از اون جوری که هست. خب جفتش کاملا جبریه و شما هیچ اختیاری نداشتیم به طور فلسفی. ولی تو زندگی روزمره‌مون چون توهم داریم که یکیش جبری هست و یکیش جبری نیست، ما همینجوری اونجوری کلمه‌ها رو استفاده می‌کنیم. یعنی وقتی که فاکتورهایی که باعث شد ما پول بذاریم تو دست یک نفر، اگه اکثر فاکتورهاش منبعش از داخل مغز من نبود، به این میگیم این جبریه. ولی اگه اکثر فاکتورهاش، توضیح این خیلی یعنی خیلی واضحه دیگه، من حالا متوجه شدم. آره یکیش خب بر اساس همین ما قضاوت و دادگاه و اینا رو بر اساس اون زندگی، اون تعریف از جبر و اختیار رو میکنیم که تو زندگی روزمره استفاده میکنیم. خب بعضی میگن خب چرا این کارو میکنیم؟ ما اگه میدونیم همه جبری هستن، چرا کسی رو مجازات بکنیم؟ خب ما چاره ای نداریم. خب برای اینکه مجبوریم. خب همونجوری که یه نفر اگه مثلا جرمی انجام داده، اگه به طور فلسفی بگیم که این مجبور بوده جرم انجام داده، خب ما هم مجبوریم مجازاتش کنیم. خب یعنی اون جبری که بر اون قائل میشیم، بر خودمون هم باید قائل بشیم. خب ما یک حیوانی هستیم که تو یک جامعه، یک حیوان جامعه گرای هستیم که تو جامعه خیلی پیشرفته زندگی میکنیم که و هممون هم به این میل داریم که خوشحالی رو تو جامعه ببریم بالا و جامعه همجوری که پیشرفت میکنه راه‌های جدیدی پیدا خواهیم کرد که چجوری یک جامعه رو بیشتر خوشحال نگه داریم و این باعث میشه که رو مغز ما تاثیر بذاره و یک کارای انجام بدیم و یک
رفتارهایی انجام بدیم که کسایی که جرم انجام میدن رو تعدادشون بیاریم پایین تر. یعنی من منظورم اینه که اگه بخواین اونجوری نگاه بکنید، اصلا ساختن یک سیستم که قضاوت میکنه و جرم و جنایت رو مثلا مجازات میکنه و اینا، خب همه اینا جبریه. خب برای اینکه بر اساس اینه که ما داریم میخوایم خوشحالی جامعه رو ببریم بالا، یعنی اونایی هم که مجازات میکنن چاره ای ندارن که جرم مجازات کنن. موضوع اینه که بهترین روش چی هست. خب موضوع اینه که ببینید وقتی که ما دیگه این اختیار رو بذاریم کنار، ما بیایم میگیم خب بهترین روش رو ما انتخاب کردیم برای اینکه جرمو بیاریم پایین‌تر که مقدار خوشحالیمون بره بالاتر. خب همیشه میگن خب چرا ما باید خوشحالی ببریم بالاتر؟ ما چاره‌ای نداریم، ما برده امیالمون هستیم. بفرمایید، ببخشید. حالا نه همیشه می‌خواستم بگم که متوجه شدم دقیقاً نکته تعریف کردن همون بود که ما هم این جبر رو داریم که در واقع اون مجرمو بخوایم قضاوت کنیم در رابطه باشه اینا، اینم یعنی حالت جبری داره. و اینکه یه کوچولوی سوال کوچیک دیگه، اینکه از نظر جامعه علمی این قضیه جبری الان یعنی همه به توافق دارن که یعنی این قضیه رو یاد دارن بحث میشه راجبش و اینا، چون من خیلی اطلاع ندارم. تقریبا اکثر کسایی که روی موضوع کار میکنن و دینی نیستن به این نتیجه رسیدن. اختلاف نظری که دارن بر اساس تعریف کلماته، ولی همهشون قبول دارن که همه اونایی که غیر دینی هستن و روی کانشسنس کار کردن یا روی آگاهی انسان کار کردن به این نتیجه رسیدن که این یعنی آخه مگه میشه به این نتیجه نرسید؟ یعنی من موندم اگه کسی تعیین میکنه که قوانین دنیای فیزیک و دنیای شیمی روی مغز ما کار نمیکنه، پس چیه؟ خب اگه یک چیز دیگه ای داره باعث نتیجه گیری ما میشه، ما باید به یه چیز ماوراطبیعه باید اعتقاد داشته باشیم دیگه. یعنی اصلا نمیشه به نتیجه دیگه رسید. آره، مثلا من در از جامعه علمی مثلا یه آزمایشی هست بود اسمش هم یادم نیستش که آره، یه سری آدم میرفتن توی اتاق دوگمه ها رو میزدن بعد این حرفا. آره میخواستم اینا که یعنی اونا الان دیگه تقریبا همه مطمئنن که اینجوریه دیگه. آره اتفاقا از اونم آزمایش ها خیلی جدیدتری اومده، یعنی الان اثبات شده که مغز قبل از اینکه ما قسمت خودآگاه مغزمون بفهمه، مغز ما یه نتیجه گیریایی میکنه و ما یا کاری انجام میدیم یا به عقیده میرسیم. بعد از اینکه مغزمون به قسمت ناخودآگاهش نتیجه گیری رسید، تازه بعد از اون نامه میرسه به قسمت خودآگاه مغز ما که نتیجه گیری چی بود و ما فکر میکنیم که ما خودمون نتیجه گیری کردیم، در صورتی که قسمت خودآگاه ما با تاخیر نتیجه رو میگیره. همون توهم هست دیگه، دست در نکنه. من سری پیشم گفتم یعنی وظیفه‌ام میدونم یه اولیه بگم ازت تشکر کنم، بزنیم که ارزش کاراتامو میدونیم و واقعا لذت میبریم و استفاده میکنیم. دمت گرم. مرسی، ممنون. مرسی. بله.